مانكي بوكس يا أبلي ميمون تشيس. أبلي ميمون یک بیماری مشترك بين انسان و حيوان است که در اثر عفونت با ویروس أبلي ميمون ایجاد می شود که عمدتاً در مناطق جنگل های بارانی استوای افریقای مرکزی و غربی رخ می دهد و گهگاه به مناطق دیگر نیز سرایت می کند. ویروس أبلي ميمون متعلق به جنس ویروس ارتوپاکس از خانواده پاکس وردی است. در مناطق بومی تصور می شود که ویروس أبلي ميمون از طریق گردش در بین تعدادی از پستانداران حساس یعنی جوندگان وحشی از جمله مشخورما و مشهای صحرایی در طبیعت زنجیره حیاتی تشکیل می دهد و گاهی افراد و پستانداران غیر انسان و انسانها نیز سرایت می کند. در این ویدیو موارد زیر را تهیه کرده ایم. أبلي ميمون چگونه منتقل می شود؟ آیا حیوانات می توانند مبتلا شوند؟ هنگام برخورد با یک مورد مشکوک حیوانی چی باید کرد؟ چگونه خطر بالقوه ابتلای انسان به حیوانات را کاهش دهیم؟ برای کاهش خطر حوادث چی پیام هایی باید به جوامع در معرض خطر منتقل شود؟ چگونه از انتشار ویروس أبلي ميمون در آینده جلوگیری کنیم؟ سازمان بهداشت جهانی چی فعالیت هایی را انجام می دهد؟ لطفاً این پیام را همرسانی کنید تا مردم از خطر این ویروس خطرناک در امان بمانند. برای همکاری با ما لطفاً کانال نگاه نو را لایک و سابسکرایب کنید. در ادامه ویدیو ما را همراهی نمایید. مانکی پاکس یا أبلي ميمون چیست؟ أبلي ميمون یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان است که در اثر عفونت با ویروس أبلي ميمون ایجاد می شود که عمدتاً در مناطق جنگل های بارانی استوای افریقای مرکزی و غربی رخ می دهد و گهگاه به مناطق دیگر نیز سرایت می کند. ویروس أبلي ميمون متعلق به جنس ویروس ارتوپاکس از خانواده پاکس وردی است. در مناطق بومی تصور می شود که ویروس أبلي ميمون از طریق گردش در بین تعدادی از پستانداران حساس یعنی جوندگان وحشی از جمله مشخورما و مشهای صحرایی در طبیعت زنجیره حیاتی تشکیل می دهد و گاهی اوقات به پستانداران غیر انسان و انسانها نیز سرایت می کند. أبلي ميمون چگونه منتقل می شود؟ انتقال این ویروس زمان اتفاق می افتد که یک فرد یا حیوان حساس از طریق حیوان یا انسان به مواد آلوده به ویروس تماس پیدا کند. ویروس از طریق ضایعات پوستی حتی اگر با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نباشد، دستگاه تنفسی و غشاهای مخاطی و بلغم واردی بدن می شود. این ویروس از حیوانات آلوده به انسان یا سایر حیوانات حساس از طریق نیش، خراش یا تماس مستقیم با مایعات بدن و یا گوشت حیوان آلوده در طول شکار و سایر فعالیت‌های مربوط به گونه‌های حیوانی حساس منتقل می‌شود. انتقال از انسان به انسان عمدتاً از طریق تماس فیزیکی نزدیک، به عنوان مثال تماس چهره به چهره، پوست به پوست، دهان به دهان، تماس دهان به پوست از جمله در حین رابطه جنسی اتفاق می‌افتد. زخمه ها، ضایعات یا زخمه های موجود در دهان یا گلو می توانند عفونی باشند و این معنی که ویروس می تواند از طریق بزاق و قطرات تنفسی پخش شود. مطالعات بیشتری در مورد اینکه آیا ویروس می تواند از طریق تنفس و صحبت کردن منتشر شود موردی نیافت است. تا کنون هیچ مدرک مستندی مبنی بر انتقال أبلي ميمون از انسان به حیوان وجود ندارد. آیا حیوانات می توانند مبتلا شوند؟ پستانداران وحشی مختلفی به عنوان حساس به ویروس أبلي ميمون شناسایی شدند. این شامل مشخورمای تنابدار، مشخورمای درختی، مشهای صحرایی گامبیایی و غیره است. اگرچه ممکن است به مسیر انتقال و دوز عفونی بستگی داشته باشد، برخی از گونه ها بدون علامت هستند، به ویژه گونه هایی که مشکوک به مخزن هستند، یعنی جوندگان. سایر پستانداران مانند میمون های بزرگ به صورت پوستی مشابه آنچه که توسط انسان تجربه می شود نشان می دهند. هنگام برخورد با یک مورد مشکوک حیوان چی باید کرد؟ از هماهنگی و ارتباط خوب با استفاده از رویکرد سلامتی بین خدمات حیات وحش، خدمات حیوانی و خدمات بهداشت عمومی اطمینان حاصل کنید. از وسایل حفاظت فردی از جمله دستکش، ماسک و لباس محافظی یک بار مصرف استفاده کنید.
در صورت امکان نمونه برداری کنید و انواع نمونه های زیر مراجعه کنید. برای آزمایش وجودی ویروس یا شواهدی مبنی بر قرار گرفتن در معرض ویروس و ارسال آن به دامپزشکی ملی یا آزمایشگاه مراجعه کنید. چگونه خطر بالقوه ابتلای انسان به حیوانات را کاهش دهیم؟ علی رغم اینکه مستند نشده است، آبله میمون یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان است، خطر احتمالی بستگی به حیوانات حساس وجود دارد. بنابراین همکاری بین بهداشت عمومی و مقامات دامپزشکی هنگام مدیریت خطر بالقوه انتقال انسان به حیوان مهم است. این امر به جلوگیری از انتقال بیماری از انسان به حیوانات حساس در خانه با شماش ها و ذخیره‌گاه های حیات وحش و همچنین به حیوانات صحرایی و ویژه جویندگان کمک میکنم. برای کاهش خطر حوادث چه پیام هایی باید به جوامع در معرض خطر منتقل شود؟ به عنوان یک اصل کلی، پس از دست دادن به حیوانات وحشی دست ها را بشویید. اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از گاز گرفتن یا خراشیدن توسط حیوانات انجام دهید. از تماس با حیوانات حساس خودداری کنید. حیوانات وحشی را که بیمار هستند یا به دلایل ناشناخته مرده اند دست نزنید. از خوردن گوشت خام حیوانات وحشی، غذاهای نپخته یا نیمپز و غذاهایی که با خون حیوانات وحشی ساخته شده اند خودداری کنید. در صورت یافتن حیوان وحشی، بیمار یا مرده، فوراً به خدمات دامپزشکی یا حیات وحش اطلاع دهید. چگونه از انتشار ویروس آبله میمون در آینده جلوگیری کنیم؟ به نظر می رسد شیوع آبله میمون در خارج از مناطق بومی ناشی از انتقال انسان به انسان باشد. با این حال ویروس منشأ حیوانی دارد. شیوه های خوب در تعامل با حیات وحش همانطوری که در بالا توضیح داده شد می تواند خطر مبتلا شدن را کاهش دهد. سازمان بهداشت جهانی چه فعالیت هایی را انجام می دهد؟ سازمان بهداشت جهانی تأکید می کند که تجارت بی‌رویه حیات وحش از جمله گوشت و محصولات حیات وحش و سایر پستانداران می تواند منجر به گسترش بین المللی بیماری های مانند آبله میمون شود. امید است که این ویروس خطرناک به زندگی مسالمت آمیز ما انسان‌ها خلل وارد نسازد. سلامتی و شادابی را برای جامعه انسانی خواهانیم. از مشاهده و همراهیتان با نگاه نو سپاسگزاریم.